سر خط خبرها. صاعقه از آسمان، آب گرفتگی روی زمین. مردم سیل‌زده خوزستان از شانه خانی کردن مسئولان شاکی‌اند. اعلام مجازات 42 تابعیتی در ایران در 4 دهه گذشته. معاون قوه قضاییه میگوید تابعیت دوگانه نه امتیاز ایجاد میکند نه بهانه ایست برای تضییع حق. از سرگیری مذاکرات بین الافغانی در قطر، طرفین درباره تعیین مسائل اصلی گفتگو میکنند. و خبرساز شدن حمله به یک دانش آموز سیک تبار در بریتانیا، همکیشانش میگویند اولین بار نیست. سلام به شما، عصر یکشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. در جنوب ایران بارندگی شدید دوباره استان بوشهر را گرفتار سیلاب کرده. بعضی از شهرها در استانهای فارس و خوزستان هم دچار آب گرفتگی شدند. از سوی دیگر مسئولان استان خوزستان همچنان از قبول مسئولیت برای مشکل فاضلاب شانه خالی می‌کنند. امروز رئیس اداره آب و فاضلاب اهواز گفت که حل این مشکل وظیفه او نیست. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. بلا از آسمان، دوباره بر سر مردم جنوب ایران می‌بارد. یک بار دیگر سیل در استان بوشهر. اینجا شهر برازجان در این استان است. مردم به ناچار به پشت بام خانه‌هایشان پناه بردند. سی بانگ صادرات. وا! خودروهای مردم را در خیابان یا آب برده، اینم دناپلاس محموده، یا زیر آب غرق شدند و برخی این ور و آن ور اصابت کردند و اینجا زمین دهن باز کرده. زیر پای من کامل خالیه. در برازجان اجناس فروشنده سیل زده جلوی چشمش شناورند. در شهر گناوه در استان بوشهر هم مغازه ها در آبند. وضعیت سرپل، وضعیت قرمز. دومین سیل طی تنها چند روز. استان بوشهر هفته پیش هم بعد از بارندگی دچار آب گرفتگی شد. رسانه های داخلی می گویند جاده های بین بوشهر و خوزستان مسدود شده. استان فارس هم از این بلا بی نصیب نمانده. اینجا درب مدرسه‌ای در کازرون را نشان می دهد و گفته می شود اینجا شهر هندیجان در استان خوزستان است. خوزستانی که هنوز از سیل هفته پیش درگیر عواقب آب گرفتگی است. اعتراض ها تا دیروز ادامه داشت. معترضان خواهان برکناری مسئولان به قول آنها بیکفایت هستند و مقامات اما همچنان در حال شانه خالی کردن از مسئولیتند. رئیس اداره آب و فاضلاب خوزستان امروز گفت مشکل فاضلاب به اون مربوط نیست. به سهم خود ما، یعنی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، هرچند که اصلا از جزء وظایف قانونی ما نیست دست آب بارندگی، اما از مردم شریف استان عذرخواهی بکنم. دیروز هم استاندار خوزستان گفت که مسئول حل مشکل آب گرفتگی در این استان نیست. ببخشید وسط صحبت شما، شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ آقای شریعتی، در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟ اگه خاطر شریفتون باشه، من اصلاً که این جزء وظایف شهرداری هاست. هر دو مقام میگویند وظیفه شهرداری است که این مشکل را حل کند. اما شهردار اهواز بعد از سیل سال پیش در مصاحبه این مسئولیت را متوجه آنها دانست. پاسکاری مسئولیت. فاضلاب مربوط به شرکت آب و فاضلاب هست. با اینکه آقایان شریعتی و حقیقی پور هر دو میگویند معضل فاضلاب خوزستان به آنها ارتباطی ندارد، هر دو گفتند که میلیون‌ها یورو برای رفع این مشکل دریافت کردند و با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرارداد بستند. مبلغ حدوداً 100 میلیون یورو برای 2 سال برای توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب اهواز تخصیص داده شد که خوشبختانه از اوایل سال مالی امسال، یعنی حدود شهریور ماه،
ما این مقداری از این پول رو دریافت کردیم، قرارگاه خاتم الانبیا رو به عنوان پیمانکار در نظر گرفتیم و از دو سه هفته پیش عملیات رو آغاز کردیم. نفت زیر آب کارگاه. مردم استان نفتخیز خوزستان از بی‌توجهی مسئولان در روزهای اخیر شکایت داشتند. باید یکی جوابگو باشه یا نه؟ امروز هم میگذره، مسئولین هم میذارن پشت گوش و میرن به سلامت. به خدا یه روز میانم به مجازات برسن. از کمک رسانی مسئولان دل سردند. پرهام قبادی، بی بی سی. از مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در تورین ایتالیا پرسیدم مسئول مشکل فاضلاب استان خوزستان چه کسی است؟ دهه 70 که مسئولیت فاضلاب در استان خوزستان به شرکت آفا در واقع محول شد، این پاسکاری در واقع در وظایف ایجاد شد. الان شرکت آفا مسئول بحث فاضلاب هست، شهرداری مسئول کنترل آبهای سطحی هست. ما اصلا سیستم کنترل یا هدایت آبهای سطحی در خوزستان نداریم و اغلب در بارندگی ها آبهای سطحی از طریق فاضلاب کنترل و جابجا میشن. حالا ظاهرا آفا در این شرایط اعلام میکنه چون فاضلاب خوزستان قدمت بالای 50 سال داره، حداقل در 46 نقطه اینها نقطه کور و فرو ریختگی دارند، اینها مسئولیت در برابر چنین شرایط یا در بارانهای شدید ندارن. شهرداری هم اعلام میکنه که ما اصلا تأسیساتی برای کنترل بحث در واقع آبهای سطحی نداریم. اغلب اینها بحث‌های مالی رو مطرح میکنن. باشگاه خبرنگاران جوان در 19 شهریور 99 اعلام کرد که در سال 83 بانک جهانی 149 میلیون دلار تصفیب کرده برای حل مشکل فاضلاب در استان خوزستان. بعد از اون در بارندگی هایی که سال گذشته انجام شد، ظاهرا آقای رهبر با تخصیص 100 میلیون یورو برای حل این مسئله موافقت کردن و قرار شده در دو قسمت این پول اختصاص داده بشه برای اجرای طرح. و همچنین در اردیبهشت 97 حمید پور محمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که 130 میلیارد تومان از محل طرح گسترش آبرسانی به مناطق محروم ما برای حل مشکل فاضلاب. خب بعد چی شد بعد از اینکه این پول ها دریافت شد؟ چرا پس هنوز وضعیت اینطوریه و مشکل حل نشده، مشکل آب و فاضلاب؟ وزیر نیرو اعلام کردن که ما مشکل بودجه نداریم، اما تا چند وقت قبل یکی از بزرگترین مشکلات در تعیین پیمانکار این مسئله بود. از طرف دولت و استانداری به دنبال این بود که پیمانکاران خودش رو به عنوان در واقع این اجرا کننده این طرح معرفی بکنه. از طرف هم خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه مدعی این داستان بود. بالاخره قرارگاه خاتم الانبیا پیروز این داستان شد، اعلام کرد که با 100 میلیون یورو ظرف دو سال این در واقع پروژه رو تحویل خواهد داد. آقای مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده حداقل به 3 سال ما زمان لازم داریم. مدیر کل آفای خوزستان باز اعلام کردن که حتی اگر این پروژه به نتیجه برسه فقط مشکل فاضلاب حل خواهد شد و ما باز به دلیل اینکه کنترل یا سیستمی برای مهار آبهای سطحی نداریم عملاً این مشکل بر جای خودش باقی خواهد ماند. گفتگو با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا. نگاهی کنیم به دو خبر کوتاه از ایران. پژوهشگر ارشد پروژه تولید واکسن کرونا میگوید که این واکسن اگر مراحل آزمایش روی انسان را با موفقیت طی کند از اواخر تیر ماه سال آینده تولید خواهد به مرحله تولید میرسد. به گفته دکتر مینو مهرز، واکسن های ساخته شده در خارج هم زودتر از تیر ماه به ایران نخواهند رسید. او گفته که واکسن ایرانی مانند واکسن های ساخته شده در چین و روسیه در واقع ویروس ضعیف شده است و در مورد میمون، موش و خرگوش بالای 70% ایمنی ایجاد کرده. وکیل مدافع احمدرضا جلالی، محقق ایرانی سوئدی، با تکذیب خبر انتقال موکلش به زندان رجایی شهر گفته که او همچنان در قرنطینه بند 209 زندان اوین است. به گفته حلال موسویان به دلایلی تصمیم گرفته شده که اجرای حکم اعدام چند روزی به تعویق بیفتد. او همینطور گفته که به نظر میرسد مذاکرات دیپلماتیک بین سوئد و ایران در به تعویق افتادن اجرای حکم اعدام تاثیر داشته. آقای جلالی اوایل سال 95 در ایران با
بازداشت شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، ولی خود او این اتهام را رد می‌کند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران میگوید که جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته 40 شهروند دو تابعیتی را مجرم شناخته و مجازات کرده. علی باقری کنی در دیدار با سفیر آلمان در تهران همینطور هشدار اخیر این کشور در مورد سفر به ایران را فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای خوانده. او گفته که از نگاه ایران تابعیت دوگانه افراد نه امتیازی برای اونهاست و نه موجب پایمال شدن حقوقشان میشود. حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد. منتقدان میگویند که حکومت ایران در موارد متعددی از دو تابعیتی ها به عنوان گروگان برای تصویب حساب های سیاسیش استفاده میکند. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از اسلو نروژ با ما هستند. آقای حیدری خیلی خوش آمدید به برنامه. شما خودتون دیپلمات بودید برای ایران و فعالیت می‌کردید. زمانی که این دستگیری این دو تابعیتی ها اتفاق می‌افتاد چه تأثیری می‌گذاشت روی کار شما؟ خب قاعدتاً فشارهای دیپلماتیکی که از سوی اون کشور به سفارتخونه یا کنسولگری ها وارد می‌شد اینها به تهران منتقل می‌شد. اما اون چیزی که مهم بود این بود که دولت ایران همواره چون به استناد ماده 989 قانون مدنی تابعیت مضاعف رو نمیپذیره، اینها رو به عنوان اتباع کشور خودش میدونه و هر در واقع محاکمه‌ای و هر اقدامی رو با دید در واقع قوانین داخلی ایران باهاش نگاه میکنه و همواره ما با افرادی که میومدن گذرنامه‌های ایرانیشون رو میگرفتن این نکته رو بهشون گوشزد میکردیم که شما با این پاس ایرانی فقط میتونید به ایران سفر کنید و پاس خارجی شما برای داخل ایران هیچ ارزشی نداره و قاعدتا ایرانیایی که دارای مشاغل خوبی بودن، ارتباطاتی داشتن، به خاطر ترس از اینکه به ایران برن عملا این کار رو کنار میذاشتن. ولی خب برخی از ایرانیان به دعوت برخی از نهادهایی که در داخل ایران هست و بعضی از دانشگاه‌ها اینها به ایران سفر میکردن و جمهوری اسلامی هم به واسطه این که اینها رو رصد میکرد و موقعیت‌های اونها رو شناسایی میکرد، اون افرادی رو که به نوعی با جمهوری اسلامی همکاری میکردن خب قاعدتاً ترددم دارن، اما اونهایی که مخالفت میکردن و با جمهوری اسلامی همکاری نمیکردن در زندان به سر میبرن و این مشکلات رو در واقع براشون ایجاد کردن. آقای حیدری، آقای باقری کنی در گفتگو با سفیر آلمان گفته این هشداری که آلمان داده در واقع فضاسازی رسانه‌ای و سیاسیه. چقدر واقعا این حرف درسته و چقدر واقعا باید نگران باشن دو تابعیتی‌هایی که به ایران سفر میکنن؟ ببینین، همه دو تابعیتی‌هایی که به ایران سفر میکنن با مشکل براشون پیش نمیاد. اون بخش از دو تابعیتی‌هایی که دارای شغل‌های حساس هستن و عملاً دارای موقعیتی هستن که جمهوری اسلامی روی اونها حساب وا کرده، به خصوص در این چند سال اخیر برای دور زدن تحریم‌ها افرادی هستن که در شرکت‌ها یا در سازمان‌هایی هستن که جمهوری اسلامی اونها رو در واقع لازم داره، اینها هستن که با مشکل برخورد میکنن، چون عملاً اونها میدونن که کشور در واقع تابعیت دوم اونها میدونه که اینا به ایران سفر میکنن و اونها هم نهادهای امنیتیشون دارن اینا رو کنترل میکنن، به خاطر همین نمیخوان همکاری کنن و قاعدتاً با این مشکلات براشون پیش میاد. آقای جلالی که الان در واقع در معرض اتهام به این کس جاسوس هست و میخوان اینا اعدامش کنن، جمهوری اسلامی داره در انتهای کار در واقع این قضیه میخواد از دولت سوئد امتیاز بگیره، با توجه به اینکه الان یک فردی از ایران در داخل سوئد زندان هست و در واقع دولت سوئد با اونا همکاری نکرده، میخواد اینها رو از این طریق هم ازشون استفاده کنه. یعنی دو تابعیتی ها هم باید با جمهوری اسلامی همکاری کنن و در عدم همکاری هم به زندان و این مشکلات رو باهاش مواجه میشه. ممنونم از توضیحات شما. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران از اسلو نروژ با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. گرفتاری‌های ناشی از سیل‌زدگی و آب‌گرفتگی در استان‌های جنوبی ایران اعتراض بسیاری از مردم را در پی داشته. آنها می‌گویند مقام‌های مختلف از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. معاون قوه قضاییه ایران میگوید 40 دوتابعیتی در ایران در 4 دهه گذشته مجازات شدند. علی باقری گفته تابعیت دوگانه نه امتیاز است و نه بهانه‌ای برای تضییع حق. در ادامه برنامه، خبرساز شدن حمله به یک دانش آموز سیک تبار در بریتانیا.
در دوحه پایتخت قطر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیروز و امروز درباره اینکه موضوعات مذاکره چه باشد گفتگو کردند. زلمان خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان هم در آنجا با هر دو هیئت دیدار کرده. طالبان در مورد رهایی اعضاش از زندان‌های دولت با آقای خلیزاد صحبت کردند. جاوید جاوید تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای جاوید خوش اومدید. اگر میشه اول برامون توضیح بدید که پیشنهادهایی که دو طرف مطرح کردن برای اینکه موارد مذاکره باشه، این پیشنهادها کدوم هستن و فهم میکنید که دو طرف روی کدوم یکی از این موارد پافشاری بکنن؟ خب تشکر. همونطور که شما میدانید ما از مرحله اولی آمدیم به طرف مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان، بنان یک گام به پیش است و از طرف مردم افغانستان هم استقبال شده. چیزهایی را که میشه از هر دو طرف در آجندا، البته گفتگویی که امروز هم برگزار شده در دوحه، البته گفتگوهای مقدماتی بوده، تا به حال جزئیاتش با رسانه ها شریک نشده. البته هر دو طرف تلاش میکنه اصل محرمیت مراعات کنن و جزئیات گفتگوها را بسیار با رسانه‌ها و با مردم شریک نسازن، چون مرحله اساس است. اما چیزهایی که میتونه از هر دو طرف مطرح شود، از طرف طالبان البته بحث چگونگی، بحث اونا طرفدار نظام اسلامی هستن، بنان یکی از مسائلی که میتونه مطرح بکنه بحث نظام آینده که قرار است طالبان هم جز از او باشه، میشه یکی از موارد بحث که طالبان شدید هم علاقه داره ای بخواهد بود. از طرف دیگر، از طرف دولت افغانستان بحث آتش بس یا سیزفایر که خاص مردم افغانستان هم است به شکل جدیش مطرح خواهد شد، در حالی که از طرف طالبان بازی مثلا پذیرفته نخواهد شد. در کنار ازی از طرف طالبان خاص دومی که میشه وارد آجندا شد و بحث حکومت حالا موقت یا انترم گورنمنت میگیم یا هم بهش تکیه گورنمنت یا حکومت عبوری خواهد بود، چون طالبا شریک شدن اگر در قدرت یا پاورشیری میگه مطرح میشه، فلسفه وجودی جنگیدن طالبا و جهادشان در برابر این نظام زیر پرسش خواهد رفت. بنان بحث چگونگی نظام اسلامی آینده، بحث حکومتی که اونا در بایش بیشینه، چون طرف حکومت افغانستان رو بنان به رسمیت نمیشناسه، و طرف دولت افغانستان هم بحث آتش بس میتونه که از مباحث بسیار مهم باشه، و همزمان با او بحث ادغام طالبان یکی از پیشنهادات میتونه از طرف دولت افغان حکومت افغانستان و هیئت گفتگو کننده و مذاکره کننده برای طالبان پیشنهاد شود. بنان این چهار مورد میشه که از جمله آجنده های بسیار مهم. همزمان با او رفع تعزیرات، رهایی زندانیان طالبان و مسائل دیگه میتونه از مورد بحث بر بحث گفتگوهای قطر باشه. آقای جاوید، دیدیم که دور قبلی مذاکرات حدود 3 ماه طول کشید که دو طرف توافق کنن که چطور اصلا میخوان با هم مذاکره بکنن. فکر میکنی عمده ترین چالش این دوره از مذاکرات چیه؟ خب بله، شما کاملا دقیق میفرمایید. رئیس جمهور افغانستان هم در سخنرانی که داشتن گفتن ما وارد پروسه دوم میشیم و این پروسه بدون تردید که زمان بر خواهد بود، چون بحث بر سر آجندا و موضوعات اصلی خواهد بود. بنان به طب که این دور گفتگاه زمان بر و پیچیده خواهد بود. مورد که میتونه مسئله آفرین باشه به طرف طالبا و بحث آتش بس خواهد بود که طالبا موافقه به او نخواهد کرد، و از طرف دیگه هم مسئله که از طرف طالبا پیشنهاد خواهد شد او بحث چگونگی حکومت آینده یا نظام اسلامی که پرواز و برداشت داره تا بال تاریخ بسیار روشن هم از او داده نشده. بنام میتونه این دو مسئله از جمله مسئله بسیار پیچیده و جنجالی باشه و این پروسه را میتونه طولانی تر بسازه. ممنونم از شما جاوید جاوید، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که مساجد را وارد نظام آموزشی رسمی می کند. به این ترتیب شاگردان کلاس اول تا سوم دبستان در مساجد نزدیک به محل زندگیشان درس خواهند خواند. این وزارتخانه گفته که هدف از این کار این است که در 3 سال نخست تعلیم و تربیت رفتن به مسجد هویت قوی اسلامی در شاگردان ایجاد بکند و پرورش دهد. اما منتقدان گفتند که این کار کمکی به پیشرفت دانش آموزان نمی کند. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، انتقاد و واکنش ها به این خبر که وزارت در واقع معادل آموزش و پرورش ماست، این وزارتخونه معارف، چه واکنش هایی داشته؟ خب واکنش ها نسبتا گسترده بوده.
حول دو محور بیشتر میچرخه. یکی این که تا چه اندازه مساجد فضای مناسبی از لحاظ تدریس هست و امکانات تا چه اندازه وجود داره برای اینکه مثلا چند کلاس و چند صنف شما آموزش بدید، مثلا در صحن مسجد سه کلاس اول، دوم، سوم همزمان چگونه میخوایم اونها را آموزش داده بشه. یکی دیگه که تا چه اندازه میشه یک سیستم معیاری آموزشی مکتبی را در مدارس ارائه داد و تطبیق کرد. این دو موضوع هست که در بین واکنش ها دیده میشه. از جمله تاکید شده این است که این دوره اول، دوم، سوم یک دوره خیلی حساسی است و نیازمند دقت و توجهی بیشتری داره. مثلا بعضی ها گفتن که حتی این دوره نیازمندی است که استادان، معلمان، خانم ها باشن، زن ها باشن که حوصله بیشتری داشتن. حالا بر اساس چیزی که اونا گفتن لذا دقت بیشتری باید باشه که اگر این کار صورت بگیره او دقت شاید صورت نگیره. وزارت معارف اما گفته که این تغییر مهم و بزرگی است، نیازمند برنامه ریزی عاقلانه و اجرای تدریجی و گام به گام. بیشتر در رابطه از نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف بشنوید. آموزش در مساجد یکی از مسائلی است که سالهای سال در افغانستان مروج بوده. ما در شماری از قریه و قصبات دوردست با کمبود مکتب مواجه هستیم و اطفال خردسال نمیتونن که از یک قریه به قریه دیگه مسیر راه را طی بکنن و به مکاتب برن. بنابر این ما از مساجدی که در محلات وجود دارن من حیث مراکز و محیط‌های آموزشی استفاده می‌کنیم و نصاب تعلیمی وزارت معارف را در آنجا تطبیق می‌کنیم تا بتونیم به همگان خدمات تعلیمی یکسان را ارائه بکنیم. صحبت های نجیب ایوبی سخنگوی وزارت معارف یا آموزش پرورش افغانستان رو شنیدیم. ممنونم ازت علی حسینی همکارم از کابل و متشکرم از توضیحاتت. سری بزنیم به آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری در اولین گرد همایی سیاسیش بعد از انتخابات گفته که اگر پیروز میشد میتوانست در 4 سال آینده دستاوردهای بزرگی در مورد ایران و چین داشته باشد. آقای ترامپ دوباره بدون ارائه شواهد روشن ادعا کرده که برنده واقعی انتخابات است. او در ایالت جورجیا در مقابل هزاران نفر از حامیانش از حزب جمهوری خواه صحبت میکرد. جورجیا خودش را برای انتخابات کلیدی سنا آماده میکند که از شان ناجی گزارش میدهد. تجمع هزاران نفر در سرمای ماه دسامبر در شهر والدوستا در ایالت جورجیا، ایالتی که شاهد اوجگیری زیاد شیوع ویروس کرونا است، اما اینجا کمتر کسی ماسک به صورت زده. It is now my pleasure to welcome the President of the United States, Donald J. Trump. همسر آقای ترامپ هم حالا به میدان آمده برای حمایت از کاندیداهای مجلس سنا در این ایالت. اما آقای ترامپ که نزدیک به 90 دقیقه در این سرما صحبت کرد، بیشتر از خودش گفت. و این ادعا که برنده انتخابات ریاست جمهوری همچنان اوست، اگر آرای ساختگی و تقلبی شمرده نشود. تو همه ایالت‌های کلیدی که ازشون صحبت شده برنده شدن. اما اینم بگم که اگه شکستم خورده بودم با متانت کامل کنار می رفتم. می رفتم فلوریدا استراحت می کردم و به خودم می گفتم کارم خوب بوده. ولی وقتی اونا آرا رو می دزدن و می برن و تقلب می کنن دیگه قابل قبول نیست. هدف از این گرد همایی حمایت از این دو سناتور جمهوری خواهد که قرار است کرسی‌های آنها ماه آینده به انتخاب گذاشته شود. اگر این دو انتخاب نشوند کنترل سنا و در نتیجه کل کنگره به دست دموکرات‌ها می‌افتد که ریاست جمهوری را هم مال خود کردند. اما جمهوری‌خواهان با راهپیمایی و اعتراض به مقام‌های جمهوری‌خواه ایالت و مسئولان حوزه‌های انتخاباتی هنوز به تغییر دادن نتیجه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری چشم دوختند و بسیج طرفداران آقای ترامپ برای نجات مجلس سنا. اگرچه نتایج شمارش مجدد تقریبا همه آرا تغییر محسوسی در نتیجه انتخابات در ایالت نداد که در آن جو بایدن با تقریبا 12,000 رأی بیشتر دونالد ترامپ را شکست داد.
کاندیداهای دموکرات ها یک کشیش 51 ساله و یک مستندساز 33 ساله هستند که نظرخواهی ها نشان میدهد یکی کمی از رقیبش جلوس و دیگری شانه به شانه رقیبش است. انتخاباتی که قرار است یک ماه دیگر برگزار شود در این نبرد برای کنترل کنگره. کسرانجی بی بی سی. در بریتانیا انتشار ویدیویی از کتک خوردن یک پسر بچه سیک در مقابل مدرسه‌اش در شهر تلفورد در قلب غرب انگلستان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. هزاران نفر با او همدردی کردند و نوجوانان سیک تصاویر خودشان را با این زیرنویس منتشر کردند که به بستن دستار افتخار می‌کنند. پلیس مشغول بررسی این حادثه به عنوان یک جرم احتمالی ناشی از نفرت است. راجیو گوپتا از واکنش جامعه سیک ها به این حادثه گزارش میده. هزاران نفر از سیک های بریتانیا در واکنش به حادثه ای که اخیراً اتفاق افتاده در شبکه های اجتماعی مجازی همبستگی خود را نشان دادند. بالراج سینک 11 ساله که میگوید به خاطر دستارش با او تبعیض آمیز رفتار شده و پدرش جاسچیت دو نفر از این هزاران نفر هستند. یکی از چیزهایی که این ماجرا آشکار کرد تعداد زیاد کسانی بود که شاکی بودند و میگفتند ما این وضع رو تحمل کردیم اما خیال میکردیم بچه هامون دیگه مجبور نیستن تحمل کنن. من که در سالهای دهه 1970 در برادفورد بزرگ شدم یادمه که مثلا در اتوبوس دستارم رو از سرم میکشیدن یا تو مدرسه دردسر داشتم، چیزی که متاسفانه عادی شده بود و انگار پیامد طبیعی داشتن ظاهری متفاوت بود. اولین باری که اذیتم کردن میخواستن دستارم رو از سرم بردارن اما نذاشتن. چجوری با این وضع کنار اومدی و خودت رو قوی کردی که دستار ببندی؟ اگه دستار رو کنار بذاری اونا برنده میشن. من اگه دستار نداشته باشم انگار خودم نیستم. خوبه که بالاخره مردم دیگه از متفاوت بودن نمیترسن و به جای اینکه سعی کنن مثل بقیه باشن به ظاهر متفاوتشون افتخار میکنن. در مورد اهمیتی که دستار بستن برات داره بگو. سیک ها دستار میبندن. مثلا تو جمعیت میتونی بری سراغشون که کمکت کنن. نمیشه که به خاطر یکی دوتا اتفاق دیگه دستار نبندن. این میراثته. دستار هر روز یادم میاره که چطور باید رفتار کنم. فقط یه نشانه ظاهری نیست، یک نشانه درونی هم هست که ارزش هام رو به هم یادآوری میکنه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.